همراه این با کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو. ایشون سابقه کار دارن در سازمان محیط زیست ایران که خب بالاخره خیلی ها ممکن در جریان باشن. آقای مدنی خوش آمد میگم خدمت شما. هشدارهای مربوط به آب و شکستگی آب، بحران آب رو شما و خیلی از متخصصان دیگه سالهاست که دارید میدید، اما اگه همین الان برای مردمی که از تشنگی در خیابان‌ها اینجوری فریاد دارن می‌زنن قرار باشه یک کار فوری انجام بشه، یک اقدامی بشه که جلوی از دست رفتن بقیه دام‌هاشون گرفته بشه، حداقل آب آشامیدنیشون تأمین بشه، چه باید کرد؟ اول تسلیت میگم به مردم خوزستان و مردم ایران بابت فوت این دو خوزستانی و اتفاقاتی که داره میفته. خوزستان مادر خرج ایران بوده، نه تنها مردم ایران که مردم کشورهای توسعه یافته مدیون منابعی هستند که در اختیارشون گذاشته و این حق مردم نیست، اما این اتفاق طی یک سال نیفتاده، طی یک فصل نیفتاده، این محصول انباشت مشکلات برنامه ریزی، توسعه نامتوازن، توسعه ناپایداره. وقتی کشور، یک استان، یک منطقه، یک سیستم میره به سمت نقطه شکست، هر چیزی میتونه اون رو هل بده از لبه پرتکاه. گاهی بحران کرونا، گاهی خوشسالی، گاهی تورم، افزایش قیمت یک کالا یا حامل انرژی، همه اینها میتواند سیستم رو ببره به سمت شکست. متاسفانه در چنین شرایطی راه حل‌ها فقط راه حل‌های چسب زخمی و هستن و مسکن‌های موجود همون‌هایی هستند که به عقل همگان میرسه، به کشاورزان خسارت داده بشه، آب آشامیدنی در نقاطی که تامین نشده در کوتاه مدت با تانکر و وسیله‌های دیگه تامین بشه، در دراز مدت تجهیزاتشون درست بشه. اما این پدیده‌ها رو قبلا دیدیم، یعنی ما قیزانیه رو دیدیم، سال دو سه سال پیش مشکل خرمشهر رو دیدیم، یعنی اینا پدیده ها و وقایع تکراری هستند. فرد قبلی گزارشگرتون فرمودن به درستی که ما انباشت خشم رو داریم، انباشت دغدغه، ناراحتی، نارضایتی رو داریم که اینها با یک جرقه بیرون میآیند. متاسفانه کار بنیادینی نمیشه کرد جز اینکه شما در هر منطقه بری سعی کنی مردم رو آروم بکنی، یه سری منابع در اختیارشون بذاری، اما بازم نمیشه به خاطر اینکه همین الان مثلا آب سدها رو هم رها سازی بکنی بعد باز مشکل برق رو خواهی داشت در مناطق، یعنی هر جای کار رو دست بزنی جای دیگری مشکل ایجاد میشه. این اتفاقی بود که نگرانش بودیم، رفتن توی باتلاقی که هر دست و پا زدن توش وضعیت رو بدتر میکنه. خب بالاخره راه حل چی هست؟ یعنی با توجه به اینکه به هر حال این استان کوچکی نیست، استانی است که به نوعی استان محل درآمد، از خود شما اشاره کردید از نظر تولید ناخالص ملی این استان دومین استان کشور است، ولی از به اونجای به بخش تقسیم ثروت و حاشیه نشینی و اینها که میرسه، عملا از نظر میزان فرق حاشیه نشینی مقام دوم رو داره، از نظر بیکاری 40% آدمهای استان بیکار هستن، 30% 33% جوانان 15 تا 24 ساله در این استان بیکار هستند. با توجه به شرایطی که برشمردید که حالا در شرایط فعلی متاسفانه همه اینها با هم جمع شده، هم معضل کرونا هست، هم معضل تورم بالا هست، هم معضل بیابی هست، همه اینها در کنار هم، چه راهی رو پیش رو میذاره؟ یعنی بالاخره راه حل چی میتونه باشه؟ چه استراتژی باید در پیش گرفته بشه که این آدم ها بتونن به حیاتشون در سرزمینی که هزاران ساله که اونجا زندگی میکنند آدم ها بتونن ادامه بدن؟ الان مثال هایی رو زدین که کمتر جنس آبی داشتن، درسته از بیکاری داریم صحبت میکنیم، از نابرابری، از مشکلات عدیده‌ای که خیلی هاشون برمیگردن به اقتصاد، ریشه اقتصادی دارن. در کشور ما هم و در استان خوزستان هم عیزن مشکلی که داریم اینه که آب و منابع طبیعیمون داره استفاده میشه برای اشتغال زایی، برای اینکه در کوتاه مدت مردم رضایت داشته باشن، نفت رو میفروشن
میفروشیم خام به کشورهای دیگه، ازش عایداتی داریم، اون رو میایم صرف میکنیم در بخش آب و انرژی به صورت یارانه و بعد مردم رو میذارن سر کار. آب و خاک کشور نابود میشه برای اینکه اشتغال وجود داشته باشه. همیشه شعار تولید و خودکفایی غذایی میدیم اما این اتفاق نمیفته. وقتی مسائل این گونه هستن ما راه حل کوتاه مدتی نداریم. برگردیم دو سال قبل، یک سال خورده قبل به بحران کرونا، شروعش در انگلستان چه کار میشد کرد؟ راه حل مسکنی این است که مثلا در اون حالت گفت مردم برن خونه بشینن، فعلا بهشون یه پولی پرداخت بشه، کمک نقدی داده بشه. در کشورهای مختلف این رو امتحان کردن که این مسئله ساکت بشه، اما حل نمیشه. الان هم همینه، ساکت شدنش یه داستانه، یک داستان حل بنیادیش. حل بنیادیش، برای حل بنیادیش مدل توسعه کشور باید عوض بشه، مدل اقتصادی کشور باید عوض بشه، اقتصاد کشور باید تنوع پیدا بکنه. اقتصاد کشور نمیتواند تا ابد خام فروشی کند، معادن رو غارت بکند، منابع طبیعی رو غارت بکند که بتواند دوام بیارد یا دنبال اهداف ایدئولوژیکش باشه. این اقتصاد نیاز داره که خام فروشی نکنه، نیاز داره که تنوع اقتصادی بده، اشتغال ایجاد بکنه، فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه در بخش‌های دیگر. کشاورزان مگر عاشق اینن که برن زیر آفتاب و تو گرمای سوزان اینجوری زجر بکشن و عرق بریزن و دامشون بمیره که درآمد داشته باشن؟ خب این افراد اگر اشتغال جایگزین داشته باشن میرن تو اون بخشا کار میکنن. اشتغال جایگزین هم با صنعتی شدن، با توسعه بخش خدمات، توریسم و خیلی چیزهای دیگر رخ میده. این مسیریه که برای رفتن توش یا برای ادامه دادنش باید تصمیمات مهم گرفته بشه در رأس حاکمیت. مدلی که انتخاب شده در کنون که شما تنش داشته باشی دائم با کشورهای مختلف، تحت تحریم باشی، اقتصاد تحت فشار باشه، خب نتیجهش میشه این. با یک مدیر و رئیس جمهور، تعویض رئیس جمهور و وزیر هم درست نمیشه، خیالمون راحت. انباشت مشکلات، هر چی به جلوتر بریم بدتره. این سراشیبی است. بعضی جاهای ایران وضعشون از خوزستان هم بدتره، ما کمتر در موردش صحبت میکنیم چون دیده نمیشه. درسته، ولی خب عملا با توجه به شرایطی که برشمردید، آنها که در مصدر کار هستند متوجه نیستند که عدم رعایت یک همچین شاخصهای جدی در توسعه، در ایجاد اشتغال، در بحث پیشرفت کشور موجب میشه که مشکلات امنیتی جدی در داخل به وجود بیاد. یعنی با توجه به آنچه که میبینیم به نظر میرسه که امنیت برای حکومت خیلی مهم است، اما آنجا که میرسه به اینکه امنیت رو در داخل تامین کنند به روش درست، با استفاده از توسعه پایدار، جوری که شهروندان در رفاه باشند که خب خود به خود احتیاجی به اعتراض و چیزهای دیگر نباشه، این رو شما نمیبینید. چرا واقعا اینطوره و چقدر اصلا فکر میکنید که این عقل سلیم رو به کار بگیره حکومت به هر حال در جواب دادن به یک همچین مشکلاتی؟ چون همونجوری که خود شما گفتید اگر همینطوری بره، خب این به سراشیبی داره میره، مشخصه که باطلاق تهش. ببینید، دید جامع رو خیلی از حاکمان ندارن. در کشور ما یه سری اهداف ایدئولوژیک تعیین شده، یه سری اهداف خاصی تعیین شده. یه کشور متفاوت از مدل‌های کشورهای رایج در دنیا هست ایران، با یک ایدئولوژی خاص. نظام جمهوری اسلامی یه سری اهداف داره، ایران یه سری منابع داره که اون منابع داره صرف اون اهداف میشه. کسی که داره اون اهداف رو دنبال میکنه، خب این مسائل رو نمیبینه. یعنی آرزو میکند که خب این چند ماه هم بگذرد یک باران بیاره. ایران دو سال واقعا لاتاری برد و این اتفاقات زودتر قرار بود اتفاق رخ بده، رخ نداد. سیل اومد، مردم بیچاره شدن، اما کشاورز حداقل آب داشت بعدش و سدها پر آب بودن. مشکلات اینچنینی رخ نداد، وگرنه این مشکلات که دور از ذهن نبود. سال 96 هم بنده در ایران کار میکردم، همین مشکلات وجود داشت. ایران وضعیت خوشسالی بدی داشت، بعد چندین سال سدها خالی بود، قرار بود خسارت داده بشه به کشاورز. من یادم نمیره در جلسه کمیته فنی شورای عالی آب حرف من این بود که خب ما امسال خسارت بدیم، اگر میخواین آریال خسارت بدیم بیایم دو آریال هزینه بکنیم، یک منبع جایگزین درآمد ایجاد بکنیم که سال بعد اگر خوشسالی شد این اتفاق نیفته، قمار نکنیم. اما وقتی میفتی تحت فشار، وقتی میری تو شرایطی که فقط داری مدیریت بحران میکنی و از یک بحران میری تو یک بحران دیگه دراز مدت فکر نمیکنی، فقط به بقا فکر میکنی، فقط به چسب زخم زدن فکر میکنی. بخش آب
مشکلاتش، مثل بخش برق، مثل بخش محیط زیست، مثل بخش کشاورزی، مثل بخش سلامت، مثل بخش اقتصاد، مثل بخش آموزش، مثل همه بخش‌های دیگر است. در رأس باید حاکمیت تصمیمات در واقع مهمی بگیره. من یک چیزی رو میگم، همیشه گفتم محیط زیست ایران، سیستم آبی ایران سرطان داره، سرطان داره، همه جاش هم وضعیت همه ارگان‌هاش هم خرابه. شما اینو نمیتونی با عمل مثلا زیبایی بینی مشکلاتشو درست بکنی، نه براش مو بکاری که ظاهرش درست بشه. نیاز داری که بری شیمی درمانی بکنی. شیمی درمانی چی داره؟ درد داره. شیمی درمانی اراده میخواد، شیمی درمانی هزینه داره. همه این انتخاب‌ها رو باید حاکمیت بکنه، در سطح بالا این رو بفهمه. از منظر امنیتی فهمیدن که محیط زیست مهمه، اما جور دیگه ای فهمیدن. بریم سمنها رو ببندیم جلو، فعالیت‌ها رو بگیریم که اینا وحدت‌زا نباشن، اینا نیروهای مستقل نباشن، اینا نیان تنش ایجاد بکنن. دید دیگری داشتن، متوجه نشدن که همین بیکاری، همین مشکلات اشتغال، اینها میتواند امنیت کشور رو به خطر بندازه و گرفتار بکنه کل ملت ایران رو. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو.